اولین سوالی که توی ذهن شما مطرح میشه ممکن این باشه که اصلا کالر کورکشن به چه دردی میخوره اصلاح رنگ کلا برای چیه و برای چه منظوری این کار انجام میشه قبل از اینکه من نرم کالر رو باز بکنم اجازه بدید توی خود فتوشاپ این مثال رو برای شما بزنم که شاید با برنامهش بیشتر آشنا بشید و براتون آشناتر باشه توی جریان فیلم ما ممکنه یه نما گرفته باشیم که بخوایم توی تدوین بعد از اون یک نمای دیگه استفاده کنیم حالا مشکلاتی ممکنه توی این فیلم برداری به وجود اومده باشه این نما و نمای بعدی به همدیگه دیگه نچسبن به طور مثال زمان فیلم برداری اون یکی نما تغییر کرده بوده جای خورشید توی آسمون عوض شده اصلا بعد از فیلم برداری گرفته شده از یه نمایی توی تدوین خوشمون اومده میخواستیم استفاده بکنیم که قرار نبوده اونجا استفاده بشه و الاخر. به طور مثال این نما قراره بخوره به این نما خب طبیعتا الان شما اگر این دو تصویر رو ببینید توی تدوین برای بیننده باورپذیر نیست که این دو تا اتفاق توی یه مکان انجام شدن و توی یه جای دو تا تصویر گرفته شدن به خاطر همین اصطلاحا این دو تا تصویر به هم چسبه. اصلاح رنگ ما در واقع یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده همینه یه مسئله هست که اونم زیباتر کردن تصویره به طور مثال شما بخواید اینجا تصویرتون رو از نظر زیبایی شناسی قشنگتر بکنید رنگ و نورش رو بهتر بکنید و در واقع کاری رو انجام بدید که در حال حاضر فقط تو کامپیوتر میشه انجام داد خب این دو تا امکان یعنی زیباسازی و ایجاد کانتینیوتی یا در واقع همون پیوستگی و همگونی از مهمترین اتفاقاتیه که توی اصلاح رنگ میفته دو تا نما ممکنه چه تفاوت هایی با هم داشته باشن دو تا نما اگه با هم تفاوت کنتراست داشته باشن یکی از چیزهایی که شما توی اصلاح رنگ میتونید انجام بدید قاعدتا پشت هم قرار نمیتونن بگیرن این دوتا نما الان از نظر رنگی با هم مشکلی ندارن فقط تفاوت کنتراست زیادی دارن در ضمن این دوتا عکس من از برادرم تو شرایطی گرفتم که داشته لباسش رو پروف میکرده علتی که اینجا دوخت نداره شاید به خاطر همین مسئله است. شما خودتون این مسئله رو ببخشید علت دیگه هماهنگ نبودن رنگ ممکنه باشه به طور مثال ما توی نمای اول یک همچین ترکیب رنگی داریم و توی نمای دوم یک همچین ترکیب رنگی و علت دیگه ممکن زیاد و کم بودن رنگ توی دوتا نما باشه به طور مثال قلزت رنگ ما خیلی زیاد باشه توی تصویر یا کم باشه تمام این کارها رو میشه توی اصلاح رنگ انجام داد و این مشکلات رو حل کرد اما این نکته رو خدمتتون بگم که اگر تصاویر شما خیلی از نظر محتوایی با هم تفاوت داشته باشن علل خصوص اوور های شدید و آندر اکسپوز های شدید داشته باشن تقریبا کاری از دست نرمافزار بر نمیاد چون تمام تصویر سفید شده یا سیاه شده نرمافزار دیگه اینجا رنگی نداره که بخواد اون رو اصلاح بکنه اگر شما میدونید که قرار کارتون اصلاح رنگ بشه و قرار در واقع توی پرسه کامپیوتری رنگ هاتون رو درست بکنید حتی تصاویرتون رو خونساتر بگیرید از اوور های شدید و از آندر های شدید تا جایی که میتونید حذر بکنید و از فیلترهای قلیز هم حتی استفاده نکنید فیلترهای غلیظ رو یا در واقع فیلتریزه کردن تصاویر رو شما بعد از اصلاح رنگ هم میتونید انجام بدید و در واقع یکی از مراحل اصلاح رنگتونه اما اگر تصاویری که شما گرفتید یک رنگ توشون خیلی شدید باشه توی اصلاح رنگ سخت میشه اون رو از تصویر حذف کرد و جایگزینش کرد این به این معنی نیست که من بخوام شما رو خیلی محدود بکنم بگم حتما حالا سر این خیلی چیزها رو انجام ندید یا یه سری تکنیک ها رو ازشون استفاده نکنید اما واقعیت اینه که توی بیشتر مواقع بهتر تصویری که میگیرید تصویر خوبی باشه و تصویر درستی باشه و از کامپیوتر انتظار داشته باشید بیشتر اون رو براتون بهتر بکنه تا اینکه کلا اون رو تغییر بده خب یک مرحله کار ما در واقع اصلاح رنگه توی کاری که میتونیم با کالر انجام بدیم همونطور که گفتم خدمتتون برای ایجاد پیوستگی بین نماها برای اشکال رفت کردن و برای زیباتر کردن اما یه کار دیگه هم میتونید شما توی کالر یا هر نرم افزار اصلاح رنگ دیگه انجام بدید و اون هم چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن کالر گریدینگ شما هر جور که دوست داشتید ترجمه کنید من اسمش رو پرورش رنگ میذارم و معنیش هم این نیست که حالا حتما این کلمه درست ترجمه شده راستش رو بخوایم بنا چیزهایی که وجود داره من فکر کنم اصطلاح پرورش رنگ اصطلاح درست تری باشه برای این کار شما اگر فیلم نجات سباز رایان رو دیده باشید یا فیلم میتریکس رو دیده باشید توی تمام فیلم تصاویر شما از یک ساختار واحد پیروی میکنن البته تصاویر شما که در واقع تصاویر فیلم ساز یعنی رنگ سبز مثلا توی این دو تا فیلم رنگ قالبه و یه کنتراست خاص دارن یه جور ساختار نوری خاص دارن که این کار رو معمولا توی پست پرودکشن یا در واقع همون اصلاح رنگ در واقع در پرورش رنگ انجام میدن بعد از اینکه شما نماهاتون رو اصلاح کردید به طور مثال به دو تا نمایی رسیدید که با هم تطابق رنگی دارن و مشکل کانتینیوتی ندارن میتونید شروع بکنید به تغییر دادن تصویر و رسوندنش به اون استایل و ساختاری که خودتون دوست دارید به طور مثال شما به عنوان کارگردان یا در واقع شما به عنوان مسئول اصلاح رنگ میتونید این پیشنهاد رو به کارگردان بکنید یا به مدیر فیلم برداری چون توی هالیوود که این دو نفر نظارت میکنن به ایجاد یه استیل تصویری خاص برای اصلاح رنگ در واقع برای پرورش رنگ ببخشید من این اشتباه دوباره تکرار کردم و حالا مثلا تصاویرتون بخواین یه همچین ساختاری داشته باشه قلزت رنگش خیلی زیاد نباشه قلزت رنگش کم باشه این دیگه یه کاریه که به روایت فیلم کمک میکنه یعنی شما به طور مثال توی جایی که شخصیتتون از نظر روحی خیلی شرایط نامساعدی داره روحی خوبی نداره طبیعتا نباید خیلی رنگاتون غلیظ باشه و خیلی شاد بکنه پوست طرفو یا حالا در هر صورت این تصمیمات خلاقانه ای که دیگه تیم کارگردانی میگیرند برای شما یا مثلا میخواین تمایل رنگ هاتون به آبی توی یه سری پلان ها زیادتر باشه تمایل رنگ هاتون به زرد توی یه سری پلان ها زیادتر باشه حالا یا الاخر در واقع این مرحله رو ما رو میذاریم پرورش رنگ در واقع مرحله دوم ما و مرحله نهایی کار ماست من یه تصاویرم اینجا آماده کردم براتون من فکر کنم بیشتر شما دوستان فیلم ترافیک ساخته استیون سادبرگ رو دیده باشید توی فیلم ترافیک همونطور که شما اینجا میبینید توی فضاهایی که فیلم در مکزیک هست و توی مکزیک داره داستان اتفاق میفته رنگ غالب رنگ زرده تصاویر شدت اوور اکسپوز و نورشون خیلی زیاده یه مقدار رنگ ها غلظتشون کمه یه مقدار که چه عرض کنم خیلی غلظتشون کمه تصویر یه جورایی مذارب میخوام انگار روح نداره در مقابل این تصاویری که گرایش شدیدی به رنگ زرد دارن ما و توی مکسیک دارن اتفاق میفتن ما تصاویری داریم که توی اوهایو داره اتفاق میفته برای قاضی که نقشش رو ماکت لاگلاس داره بازی میکنه همین تصاویری که ما اینجا داریم الان میبینیم همینطور که شما بینید اینجا تصاوی گرایش فوق شدیدی به رنگ آبی دارند و این استایل تصویری ما در واقع پرورش رنگ ما باعث میشه این دوتا فضا کاملا از هم جدا بشن و بیننده موقع که داره فیلم رو میبینه خیلی راحت تشخیص بده که الان داستان توی مکزیک داره اتفاق میفته توی اوهایو داره اتفاق میفته یا توی یه ایالت دیگه آمریکا که من اینجا اگر براتون این قسمت رو هم نشون بدم یه داستان دیگه هم همزمان داره توی جای دیگه اتفاق میفته که تقریبا رنگ ها خونساتره نه گرایش به آبی داره نه گرایش به زرد داره تقریبا میشه گفت رنگ ها متعادل تر هستن و این باعث میشه که همونطور که گفتم بیننده خیلی راحت بتونه تشخیص بده که الان داستان کجا داره انجام میشه و میتونه راحت فضاها رو از هم تفکیک بکنه خب این هم در واقع بخش پرورش رنگ ماست با این پیش زمینه ذهنی از اصلاح رنگ و از پرورش رنگ میریم ببینیم که توی نرم افزار کالر چی کار میتونیم بکنیم